ظهر امروز کنفرانس سالانه مطبوعاتی گزارشگران بدون مرز در ساختمان خبرگزاری فرانسه برگزار شد تا اینکه ردبندی آزادی مطبوعات در سراسر جهان به اطلاع همگان برسد. در ابتدا آقای کریستوف دولوار مدیر گزارشگران بدون مرز حدود 20 دقیقه سخنرانی کرد و موضوع کاملتر این گزارش را در برنامه زیر آسمان پاریس همین هفته مشاهده خواهید کرد. اینکه در جمع 180 کشور کدام دولت و ملتی در سایه آزادی بیان، رفاه و آزادی بیشتری دارند. در رده اول کشور نروژ و در انتها کره شمالی به عنوان 180مین کشور که به سادگی میتوان از کلمه خفقان نیز استفاده کرد. به گفته مدیر گزارشگران جابجایی امسال چشمگیر است. کانادا تنها در مقام 22 قرار گرفته. سوئیس 7 و فرانسه 39 و این بحث برانگیز است. امریکا حتی در پایین تر در مقام 43 عاقبت جمهوری اسلامی ایران در مقام 165. به گفته آقای کریستوف دولوار روزنامه نگار گاه جدا از دولت از سوی بنیادهای دیگر نیز تهدید می شود. او گفت گاه در سخنرانی مقامداران گزارشگران بدون مرز را همدستان تروریست ها لقب می دهند. ما که جز دفاع از آزادی بیان راه و کار دیگری نداریم. از سال 2002 ردبندی آزادی بیان را مطرح کردیم و تا کنون وضعیت تا این حد بحرانی نبوده است. در ادامه سخنان او فهرست روزنامه نگاران دربند نام آشنایی را هم شنیدیم. نرگس محمدی، ایل اوسی جوری رندر اومج. ایل، vous connaissez cette journaliste iranienne qui a travaillé sur les droits de l'homme, notamment avec une membre du comité émérite de Reporters sans frontières, la prix Nobel de la paix Shirin Ebadi. باید در اینجا برای نرگس محمدی نیز ادای احترام داشت. شما این روزنامه‌نگار ایرانی را می‌شناسید. او با گزارشگران بدون مرز و تلاش‌های حقوق بشری با شیرین عبادی تلاش داشته است. نرگس محمدی دو بار محکوم شد، در حالی که بار اول به زندان محکوم و 6 در آن بود و آن را به پایان برد، حالا محکومیت زندانی 10 دارد. همانطور که در ابتدای گزارش گفته شد، روز شنبه در برنامه زیر آسمان پاریس جزئیات بیشتری خواهید شنید. اما بیانیه وزیر خارجه فرانسه درباره استفاده گاز شیمیایی در سوریه: در استفاده از گاز شیمیایی ساران شکی نیست، در مسئولیت حکومت هم شکی وجود ندارد. در سال 2013 سوریه گفته بود دیگر از مواد شیمیایی علیه مردمش استفاده نخواهد کرد. آقای ایرو وزیر خارجه میگوید فرانسه از مقایسه این بار و نوبت‌های قبلی در سوریه اطمینان دارد که مردم بیگناه به فرمان حکومتی به قتل رسیدند. عاقبت مراسم یادمان اگزاویه جوجله، ژاندارم 37 ساله‌ای که پنجشنبه گذشته در خیابان شانزلیزه به قتل رسید. تصاویر از تلویزیون سی نیوز است. در ادای احترام به او همه سیاستمداران شاغل و یا سابق حاضر بودند. حتی دو نامزد ریاست جمهوری مانند آقای مکرون و یا خانم لوپن و آن طرفتر آقای سرکوزی رئیس جمهور سابق. سخنان همکار او تأثیر برانگیز بود. وقتی گفت این تو بودی که به من گفتی شما تنفر من را هم نخواهید داشت. آقای اولان نیز در سخنانش تأکید داشت اگزاویه جوجله مرد صلح بود و در حوادث تروریستی بتکلان نیز به شتاب در حفظ امنیت محل به آنجا رفته بود و عاقبت به عنوان سمبل رئیس جمهور فرانسه نشان لژیون دونور را به پرچم و تابوت او که دقایق دیگر بر شانه های همکارانش قرار می گرفت اعطا و متصل کرد. ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس
چه سفرها کرده ای، چه سفرها کرده ای.